اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. الحمد لله رب العالمین، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أعداء الله أجمعين. قال الله تبارك وتعالى: يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. توفیقی شد این شبها به مناسبت ایام عزاداری و سوگواری حضرت ابا عبدالله علیه السلام در کنار حرم کریمه اهل بیت فاطمه معصومه سلام الله علیها، مباحثی رو در رابطه با امام حسین علیه السلام مطرح کنیم. دیشب به عنوان مقدمه در رابطه با اهمیت عزاداری ابا عبدالله و دلایل قرآنی عزاداری ابا عبدالله مطالبی را گفتیم. از امشب این چند شب باقی مانده رو در رابطه با اصول حاکم بر زندگی ابا عبدالله، اصولی که در نهضت عاشورا در حادثه کربلا موج میزند، صحبت خواهیم کرد. کربلا یه مجموعه ایست از اصول دین، یه مجموعه ایست از فروع دین، یه مجموعه ایست از مباحث اعتقادی، مباحث اخلاقی، مباحث اجتماعی. درست است این حادثه زمانش کم بوده، کوتاه بوده، اما اردوگاه حسینی نمایشگاه توحید، معاد، امامت، نبوت، نمایشگاه تبلیغ از دین، نماز، اهمیت به مال حلال، زهد، تقوا، عزت، قرائت قرآن، دعا، تمام اینهایی که تو دین مورد تأکید قرار گرفته، حالا چه در حد وجوب، چه در حد توصیه و استحباب، چه به عنوان ارزش‌های اخلاقی، همه اینا رو تو کربلا انسان نمونه‌هاشو می‌بینه. امشب بحث من راجع به توحید و خدا باوری در قیام عاشوراست. برادران عزیز، خواهران گرامی، یه نگاهی به زندگی ابا عبدالله، دعای عرفه ایشون، یه نگاهی به دعاهای روز عاشورای ایشون، یه نگاهی به خطبه شب عاشورا، حمد و ثنایی که تو اون وضعیت امام حسین گفته. یه وقت آدم یه وضعیت خوبی داره، مثلا حالت شادی، حالت امکانات، رفاه، در محاصره کامل اون خطبه‌ای که شب عاشورا بهترین نوع حمد و ثنا توش آمده، کلماتی که در شهادت افراد فرموده، تمام اینها یک نتیجه ازش گرفته میشه که این مهمترین محور دعوت همه انبیا و ائمه و اولیاست، و اون مسئله اعتقاد به خدا، خدا باوری و توحید. قرآن میفرماید همه انبیا رو ما برای همین فرستادیم: لقد بعثنا فی کل امت رسولا ان عبد الله و اجتنب الطاغوت. همه انبیا اومدن دو تا حرف بزنن، یکی بگن مردم بنده خدا بشید، دنبال طاغوت و ظالم هم نرید. جای دیگه میفرماید اگر کسی اینو داشت همه چیز داره: فمن یکفر به طاغوت و یؤمن بالله فقد استمسک بالعروه الوثقا. طاغوت رو کنار بزنه، ایمان به خدا داشته باشه، چنگ زده به ریسمان محکم الهی. این مسئله خیلی مهمه، باید دقت بشه روش. تمام ائمه ما، تمام اولیای خدا، جنگ امام حسین، صلح امام حسن، نبردهای امیرالمومنین، کلمات امام صادق، فقه ما، اصول ما، حدیث ما، تمام اینها یه خروجی باید داشته باشه.
و اون خروجی عبد خدا شدنه، بنده خدا شدنه، باور به خدا داشتنه. ببینید شما قرآن کریم، من دو تا آیه بخونم خدمتتون، یکی از سوره مبارکه جن، سوره جن، اونجا نقل قول جنی ها رو خدا نقل میکنه، وقتی پیغمبر آیاتو براشون خوند اینا هم گوش دادن. خب دو گروه شدن، یه گروهشون ایمان آوردن، یه گروهشون هم کافر شدن، مثل انسان ها فرق نمیکنه. قرآن میفرماید اینا هم دو دسته هستن، قاستون دارن و به اصطلاح مؤمن دارن، کافر دارن. اول سوره جن ملاحظه بفرمایید، اینا نقل شده. بعد قرآن کریم میفرماید اونایی که مؤمن شدن اینو گفتن، این آیه قرآن است، سوره جن آیه 13، فمن یؤمن بربهی، هر کس به خدا ایمان بیاره، اعتقادش به خدا قوی باشه، فلا یخاف و بخسن ولا رهقا، از دو چیز نباید بترسه، یکی بخس، بخس یعنی نقصان، کمبود، درجا زدن، یکی رهق، رهق با هی دو چشم، رنج، سختی، ظلم، لا یخاف و بخسن ولا رهقا. اینا همون ابتدایی که پیغمبر براشون آیاتو خوند و ایمان آوردن این حرفو زدن، گفتن نتیجه ایمان به خدا اینه که آدم نمیترسه، لا یخاف. خب همین سخن رو شما ببینید، ابا عبدالله علیه السلام تو نامه‌ای که به فرماندار مکه نوشت آورده، همین جمله، حالا شبیه این جمله، وقتی فرماندار مکه امان نامه گرفت برای امام حسین، البته عبدالله جعفر خیلی تلاش کرد که امان نامه بگیره و امام حسین بمانه تو مکه و خطری تهدیدش نکنه، اومد و بالاخره قبل از خروج امام حسین از مکه با هر مکافاتی بود یه امان نامه گرفت. امان نامه مثل سندی که میذارن یه کسی رو میارن بیرون، به هر حال پشتوانه است. با زحمت خودشو رسوند و گرفت و بالاخره آورد خدمت امام حسین. آقا ازش تشکر کرد، فرمود خدا به جزای خیر بده، تو زحمت خودتو کشیدی، اما جواب منم ببین، جواب منم بشنو. امام مکتوب کردن، فرمودن خیر الامان امان الله، بهترین امان، امان خداست، خدا با آدم امنیت بده، آدم هیچ چی نمیترسه. الذين امنوا ولم يلبسوا ايمانهم بظلم اولئك لهم الامن، فرمود بهترین امن، امن خداست. بعد فرمود کسی که ایمان به خدا نداره میترسه، اما کسی که ایمان به خدا داره ترس تو زندگیش نیست. خدا میفرماید من دو تا ترس و دو تا امنیت به یه نفر نمیدم تو این دنیا. دو تا ترس، اگر کسی اینجا از من خدا ترسید، از احدی نترس، قیامتم نترس. اگر از من احساس امنیت کرد، امنیت به این معنا که گفت هر کاری میخوام بکنم خدا کارم نداره، امنیت معنی منفیش، اگر کسی خدا رو نادیده گرفت، طبعا امنیت از مردم و امنیت قیامت نداره. دو تا امن و دو تا خوف، خدا خودش فرموده، حدیث قدسی است، لا اجمع لعبدی خوفین ولا امنین، دو تا ترس. اگه بنده از من حساب برد کاری میکنم، از هیچ که دیگه حساب نبره، فقط از خدا بر قلبش، خدا بر قلبش حاکم، قیامتم نترسه. این آیه قرآنه، قرآن میفرماید اون کسانی که ایمان به خدا دارن فلا یخاف و بخسن ولا رهقا. این در زندگی ابا عبدالله علیه السلام موج میزنه. بذارید یه حدیث زیبایی درباره خداشناسی، درباره تقویت ایمان، که قرآن میفرماید من یؤمن بالله یهد قلبه، هر که ایمان به خدا بیاره قلبش هدایت میشه.